نام خدا. سلام بر شما، با برنامه امشب نگرش خوش آمدید. 98% آتش بس موفق بوده و اکنون نیروهای امنیتی افغانستان اجازه عملیات را بر قابل طالبان دارد. تصمیم راجع به صلح شخصی گرفتن نمی شود، بلکه با همه مشورت خواهد شد و طالبان با مردم و علما روبرو هستند و از طرف دیگر عملیات ها منسجم در همه ولایات انجام خواهد شد. رئیس جمهور اسلامی افغانستان امروز این جملات دقیقا بیان کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکار ما پس از ختم گزارش ادامه بحث. طالبان روی دوام آتش بس با حکومتش توافق نکردند. اکنون با پایان آتش بس یک جانبه حکومت، از اینجا اجازه دوباره جنگ را برای نیروهای دولتی در برابر جنگجویان طالب اعلام میکند. جنگ منسجم تر از پیش. اوربند خلاص شد. ایموگه امنیتی و دفاعی قوا اجازه لری تخبل عملیاتو نمید. دلیل داده چه دا دی سول پلان لقوات نمدرسه نه لزوف. بار بار برای گروه طالبان فراخوان صلح و پیوستن به مذاکره میدهد. ظاهرا دولت تاکنون از طالبان پاسخ مثبت نگرفته و حکومت هنوز هم چشم برا نشسته است. اما در ماورای تلاش های صلح، رئیس جمهور واگذاری برخی بخش های کشور را به طالبان زیر نام مناطق امن رد می کند. برای طرح امن به شکلی که تصویر عمومی است اجماع وجود ندارد و بدون اجماع دا پست خبری دی. اولاندی زونه دی. حکومت یا حکومت ده یا بیرق ده. مکهت ساها چاته نسبار. رئیس جمهور میگوید 98% آتش بس با کامیابی به سر رسید. اما ادامه آن از یک روز تا یک سال دیگر بستگی به پیشنهاد و خواست طالبان دارد. نصار در رابطه با صلح از بین برود. اقدام مسئولانه مسئولیت می خواهد و در این مورد معامله نخواهد شد. هیچ کس حق ویتو ندارد. رئیس جمهور از دست یافتن توافقهای با پاکستان روی کاغذ نیز خبر می دهد. توافق درباره روی حل منازعه طالبان در افغانستان و چگونگی ادامه روابط بین دو همسایه. دی طالبانو موضوع اموک دی مناسبات پاکستان سره باید حل سی. دلتا چه سیوی او چه لا پکارد. دی کاغذ بمخی که اول وارد پاره موافقه سم. با پایان آتش بس یک جانبه حکومت، نظامیان دست کم در 9 ولایت عملیات های تهاجمی در برابر گروه طالبان را از سر گرفتند و به گفته ارتش تا اکنون بیش از 30 جنگجوی طالب کشته شده و بیش از 30 تن دیگر آنان زخم برداشته است. سلام مجدد، به دامین بحث ما خوش آمدید. مهمانان من در بحث آقای محمد عارف کیانی سخنگوی محور مردم افغانستان، آقای محمد رحیم رحین عضو مجلس نمایندگان و قرار است تا لحظات بعد آقای محمد نذیر احمدزی عضو مجلس نمایندگان نیز در بحث با ما شرکت کنند. مهمانان گرامی سلام، به برنامه خوش آمدید. عبدالرحیم رحیم، تشکر. آقای کیانی، میخوام بحث با شما آغاز کنیم. رئیس جمهور افغانستان گفت که تصامیم راجع به صلح شخصی گرفته نمیشود. بریم سوال این گونه مطرح کنیم که تا کنون چقدر دیدگاه، خواستا و بالاخره ایده های مردم، نهادها و احزاب سیاسی در پیوند با صلح از طرف رئیس جمهور افغانستان شنیده شده و مطابق از او برنامه ریزی شده؟ به نام و یاد الله، سلام حضور میهمانان، شما بینندگان عزیز تلویزیون آریانا نیوز. چند مسئله در امر صلح و جنگ افغانستان قابل تذکر است. امر اولی است که باید ما اولا جنگ و صلح افغانستان را تعریف کنیم. جنگ به خاطر چی؟ ریشه های جنگ چی است و صلح به خاطر چی و صلح با کدام هویت و صلح با کدام مخالفین مسلح و صلح با کدام قیمت. از طرف دیگر شنیدن خواسته های شهروندان، خواسته های ائتلاف و جریان های سیاسی در نظام های دموکراتیک، در نظام های دموکراسی و ارزش های دموکراتیک باور دارند یک امر انکار ناپذیر است. اما شما نمیتوانید از حکومتی که خودش سابقه دموکراتیک نداره، خودش به دموکراسی باور نداره، خودش همیشه بخشی از نقض کننده پارامترها و شاخصهای اصلی از دموکراتیک و دموکراسی بوده است و او بیاید به خواسته های شهروندان تمکین کند.
اصل سومی ایست که آنچه که جناب اشرف غنی بیان کرد، من فکر میکنم علی رغم آن مشاهدات و نشانه ها و علائمی است که ما شاهد هستیم، شما ببینین پیرامون همه آتش بس یک جانبه با کدام جریان ها، با کدام ائتلاف ها، با کدام نهادهای دموکراتیک مشوره شده است. از طرف دیگر وقتی که یک جمع را جمع میکنند، جنگ را نامشروع قلمداد و تلقی محاسبه از عینک دین میکند، ما در یک موضوع کاملا مقدس در برابر مخالفین مسلح، در برابر گروه های توریستی قرار داریم. جنگ از جانب ما از کاملا بود تقدس و مقدس گونه است. سربازان ما جان نصارانه در میادین مبارزه جهت دفاع از عزت و شرف و نوامیس ملی ایثار میکنند. جنگی که بر ما تعمیل شده، این جنگ نامقدس است. خب مثلا برای این جنگ نامقدس باید نقطه پایان گذاشته شود یا خیر؟ ببینید، معمولا شکلگیری شبکه های تروریستی، شکلگیری تشکلات نظامی، شبه نظامی شامل 6 عنصر است. عنصر کلیدی شکلگیری از اینا برمیگرده به اهداف. یک جمع بیان اهداف مشخص می سازن. عنصر دومی برمیگرده به انگیزه که جهت تحقق اهداف داده میشه. عنصر سومی زمانی که به دسترس زنات گذاشته میشه. عنصر چهارمی بودجه است که گذاشته میشه. عنصر پنجمی ابزار آلات و تکنیک است که گذاشته میشه. و عنصر ششمی عنصر منابع بشری است. تا زمانی که شما این عناصر و پارامترها و یا المنت های این تشکلات نابود نکنین، فلج نکنین، شما به یک سال عزتمند نمیرسین. ثانیاً شما باید ریشه های تغذیه از اینا رقت کنین. ریشه های تغذیه شبکه های تروریستی مشخص است، هم در داخل افغانستان ریشه های تغذیه دارن، هم در بیرون افغانستان، هم در منطقه، هم فرا منطقه. تا این دم کوچکترین تحرک جهت خوشنمودن ریشه ها و منابع تغذیه گروه های تروریستی از جانب حکومت صورت نگیرد. مگر حکومت افغانستان در اون جایگاه و اون موقف قرار دارد و اون ظرفیت دارد که بیان واقعا ریشه های تغذیه مخالفان مسلح دولت افغانستان هم در داخل و هم بیرون قطع کنند؟ خب جنگ افغانستان جنگ تقریبا چند بودی است، ولی سه بود کلیدی رو میتونیم از جنگ افغانستان ما یادآور شیم: بود داخلی، بود منطقوی، بود جهانی. در بود داخلی آنچه که میتونه به ختم جنگ کمک کند و متضمن یک ختم جنگ عزتمند باشد، ارائه حکومت داری درست، پایبندی به قانون اساسی افغانستان، ایجاد اجماع سیاسی داخلی، ایجاد اجماع اجتماعی نخبگان، ایجاد بستر برای تأمین عدالت، توزیع عادلانه قدرت، توزیع عادلانه ثروت، صادق بودن به شهروندان، ایجاد انگیزه و تزریق انگیزه و مورال به سکتور امنیتی و واقعا رو راست بودن به شهروندان، تدوین برنامه های امنیتی، تدوین برنامه های سیاسی و در امر آخر اتخاذ یک دیپلماسی فعال و چند جانبه و ایجاد یک رابطی مشترک دووجی بین پیشقراولان صلح و بین کسانی که در برابر مردم ما مبارزه میکنند. یک بود دومی مسئله ایجاد یک تصویر شفاف از منافع صلح در افغانستان و منافع کسانی که گروه های تروریستی را کمک و همکاری میکنند. یعنی چی گونه شما یک تصویر ارائه میکنید؟ تصویری که در افغانستان ثبات باشه و اون کشورهایی که فعلا از میل تفنگ گروه های تروریستی میخوان تحقق خواسته های خود بکنند و خواسته های خود محقق بسازن، شما چی کنید؟ میتونید در یک افغانستان با ثبات این خواسته هایشان را در یک رویکرد چند جانبه ارائه کرده و بتونید حداقل ایجاد یک بستر مناسب برای تحقق منافع چند وجی بین حامیان گروه های تروریستی و حکومت افغانستان. تشکر آقای احمدزاده، شما به برنامه خوش آمده. بله، تشکر آقای رئین. بازم به حرفای رئیس جمهور غنی بیم. گفت آقای غنی گفت که طالبان با مردم و علما رو براسن. مردم از طالبان صلح میخواد، مردم از حکومت صلح میخواد، مردم از جامعه جهانی صلح میخواد. و علما همچنان جنگ افغانستان هم. ما شاهد بودیم که یک کنفرانس بسیار بزرگ دایر شد. اونا بیشتر از 2000 عالم دین آمدن، گفتن که جنگ افغانستان جنگ مشروع نیست. با توجه به این دو موضوع فکر میکنید که این تکرار احسن رئیس جمهور افغانستان شنونده ای داشته باشد در میان گروه های طالبان یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه بینندگان عزیز تلویزیون آریانا نیوز، خدمت میهمانان عزیز و همکاران برنامه شما. بحث صلح یک آرمان اسلامی و ملی مردم افغانستان است.
تحقق صلح یک رویای است برای مردم افغانستان. نظام فعلی افغانستان چه نظام گذشته همیشه در پی صلح یک طرفه بودن، همیشه طرح یک طرفه صلح را با مخالفین داشتن. با کمال تأسف که مخالفین در طول نوی 17 سال با من ندای صلح طلبانه حکومت افغانستان، منیس المجموع دولت افغانستان، پاسخ منفی داده و هیچگاه حاضر نشده بپذیره که ما من حیث یک جریان چه نظامی و سیاسی مخالف با دولت افغانستان حاضر استیم صلح هر با یک، دو، سی، چهار، پنج تا شرایط بپذیریم. اما دقیقا شرایط طالبان مشخص است. اونا میگن که ما با ایالات متحده امریکا دقیقا گفتگو میکنیم، با حکومت افغانستان گفتگو نمیکنیم. اونا میگن که قانون اساسی رو ما نمیپذیریم و موارد دیگر. خب ببینین، وقتی همه طرح خدا در یک چوکات منظم مطرح میکنن، این به معنی عزیز که همه نظام افغانستان رو باید بپذیرن، قانون اساسی افغانستان رو بپذیرن. قانون اساسی افغانستان یک قانون است که تغییر پذیر هست و تعدیل در مسائلش میاید. اگر نظراتی بسیار معقول و منطقی در مسئله وجود داشته باشه، او را میشه که در نمو برنامه ای را که خود قانون اساسی تعریف کرده نمو میتونه لوی جرگه قانون اساسی اینمی مسئله را تعدیل بیاره. طالب ها اگر شهروندی افغانستان را قبول بکنن، من حیث شهروندهای افغانستان بپذیرن این نظام، را میتونن نظرات خود در این مسائل بگنجانن تا در قانون اساسی تغییری بیایه که اونو هم بتونن این نظرات خود در قانون اساسی افغانستان بیمین. مشخص به حرفای آقای غنی بیم، گفت که طالبان با مردم و علما رو برو هستن. این یک حقیقت است. خب ما فکر میکنید که این گفته ها در میان گروه های طالبان شنونده داشته باشد یا خیر؟ خب اگر دارد یا نه، حکومت افغانستان کاری را کرد که در امی آخر از 27 ماه مبارک رمضان بحث آتش بستی را مطرح کرد و طالب 3 روز را قبول کرد و بعد حکومت یک طرفه مسئله 10 روز را اعلان کرد. قضیه اینطور بود، به سلسله بحث هایی که در مسئله صلح افغانستان صورت گرفت، شورای علمای امت اسلامی در مالزی ها این مسئله را فیصله کردن، تحریم جنگ را اعلان کردن از لحاظ شرعیش. یک بحثی مسئله. بحث دیگر است که بیش از 2000 عالم در افغانستان جمع شدند، علمای دین فیصله کردند که همین جنگ از لحاظ شرعی و دینی در همین کشور مسلمان حرام است. از طرف دیگر امام کعبه همچنان برای صلح افغانستان دعا کرد. امام کعبه هم در این مسائل و حتی کشور سعودی ها آمادگی به زیر داره که علمای امت اسلامی در اون جمع باشند در بعدی در بحثی نمی مسئله صلح و جنگ افغانستان اما نظر شرعی و مسائل خود اعلان کنند. اما نتیجه بحث در اینجا است. جناب آقای رئیس جمهور به استدلال شرعی علما به حرف خودشان که اینمی بحثی آتش بستی یک طرفه را اعلان کرد، علمای دین خواستند که اجاب میکنه من حیث یک حکومت یک نظام سر مخالفین کرد چی اعلان صلح کردیم قبول نکرد. حالا بیاین یک امتحان دیگر بکنیم که بحثی آتش بس باشه، ببینیم که در ماه مبارک رمضان با مقدسیت روزه ماه مبارک رمضان و ایام فرخنده عید مبارک آیا طالب یعنی احساس را داره که صلح و امنیت را بر یک چند روز هم در افغانستان حفظ بکنن، که خوشبختانه همین مسئله را طالب قبول کرد. اما اینمی بحثی را که به وجود آمد در همین سر روز عید مسئله بود که هیچ انتظاری و هیچ حتی برنامه‌ای در این مسائل نبود که طالب یکدم داخل شهرها بریزه و مردم ازشان استقبال بکنه. این عمق قضیه است که مردم افغانستان میخواهند صلح در این کشور به وجود بیایه. اونمو طالبی که دستشان به خون ملت رنگین است ولی او را در آغوش گرفت که بله ما صلح میخواهیم. این صلح باز یک چارچوبی بریزی باید تعیین بشه و چطور صلح به میان بیایه و تطبیق عدالت در جامعه ما وجود بیاید. حالا بحثی است که آقای رئیس جمهور همین مسئله را اعلان کرد که این موفقیت است، در بود سیاسیش موفقیت است که حکومت افغانستان صلح طلب است، اما متاسف برازیستیم که مخالفین دولت افغانستان از امروز 3 روز در آخرین ساعاتش جنایت را شروع کردن در کشور. در اکثر ولایات دیدیم که در سر سنگرهای نیروهای دولتی عملیات کردند، شهادت داد مردم ما و یقینا خود فعلا طالب در برابر دین و ملت مسلمان افغانستان می‌بینه. آقای احمد زی رئیس جمهور افغانستان امروز گفت که
هر کار و هر تصمیمی که در قبال صلح گرفته شود با مردم، با اقشار، با همه گفتگو و مشورت خواهد شد. اما مشخص در مورد آتش بسه که حکومت افغانستان یک طرف اعلان کرد، با مردم و نمایندگان مردم که شما هستین مشورت صورت گرفته بود یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو د مې څوک محترم کډونوال ته اوریدونکو ته سلامونه ونې کېږلې. اول خو زه دا ویلی سم چې رئیس جمهور چې کوم اقدام د صلحې په مورد کې کړی و، هغه واقعا هغه تعهد چې ملت سره ده کړی و، دواړو مشرانو که هغه ډاکټر صاحب عبدالله وکړ، ډاکټر صاحب اشرف غني و، چې موږ به د صلحې لپاره کار کوو، دوی خپل اخلاص خپل ملت ته وښوده چې دوی د صلحې اعلان وکړه، همدارنګه د صلحې کاروان راغی، هغه مخې ته راووته. دا د ملت یو احترام و او صلحې ته یو وفا وه. دا چې جانب مقابل په دې لوري کې څومره اوس دلچسپي لري او یا به آینده کې دوی اوربند ته غاړه کېدي یا کې نه دي، موږ د خپل مشرتابه یا د دې پیلي نظام هدف هم دا و چې موږ صلحې ته وفادار یو او افغانان صلح غواړي او جنګ د موږ داخلي جنګ نه ده، جنګ په موږ باندې تپل شوی ده. که موږ افغانان څوک خپل صلحې ته یا آرام ژوند ته پرېږدي، لکه څنګه چې وکیل صاحب اشاره ورته وکړله، دا ډېره سخته خبره وي. هغه چې راکټ پیکا ورسره یې وینو سیلابونه یې روان کړي، بیا بل څوک غېږې ورته خلاصوي، دا د افغانانو یو بهادري وه او د موږ د افغانانو د صلحې یو ارمان. نو په دې کې رئیس صاحب جمهور تر کافي حده پورې خپل پرمختګ کړی ده. صلح موضوع لکه څنګه چې تاسو سوال وکړ چې چا سره مشوره، بلې بعضی مشرتابه سره مشوره شوې وه او کل هم ټول افغانانو سره نه وه شوې، ځکه چې دا موضوع داسې دقیقه معلومه نه وه چې په دې اندازه دې موږ ورسېږو، ځکه چې دا اوربند نه و، دا د صلح یو زیری و یو لاره خلاصونه و. اما شخصا با شما و با شما دیگر از نمایندگان مشوره شده بود؟ بله، دې موضوع نه موږ خبر و، خو داسې به جمن له ولسي جرګې سره نه وه شوې چې یو برنامه موږ ته رالېږلي او موږ ټول وکیل صاحبان له دې نه آګاه یو، ځکه د خیر خبرې هر څوک لبیک وایي. په دې موضوع کې به هیچا له دې نه شکایت نه وي کړی، ځکه چې افغانان صلحې ته تږي دي او افغانان صلح غواړي او موږ د صلحې غوښتونکي یو، هغه که په هره لاره وي. په دې مورد کې که بعضې کړۍ دا ادعا کوي چې یا رئیس صاحب جمهور یا مثلا نظام په دې کې کوم فاول کړی، خو زه وایم چې نه، دا مثبت لاره او افغان حکومت یا افغان مشرتابه چې کوم کریډیټ په دې کې واخیسته د نړیواله په سطحه باندې، موږ دا جوته کړله چې په افغانستان کې جنګ د موږ د نظام مثلا حکومتي چارواکو هم دا ادعا وې، په پارلمان کې موږ د ملت استازو هم دا ادعا کوله چې موږ داخلي جنګ نه لرو، موږ په داخل کې چا سره کوم مشکل نه لرو. طالب ملا دا په افغانستان کې یو پاکه کلمه ده او دینه باید څو غلطه استفاده ونه کړي. په دې کې غټ بورډ د موږ د درې ورځو کې دا و چې موږ د ملا نوم ته احترام، د موږ د طالب نوم ته احترام او د اسلام نوم ته احترام چې موږ مسلمانان یو. داسې جانب مقابل اوس د دې نوم نه بیا آینده کې استفاده نه شي کولی، ځکه افغان ملت ولیدله. د افغان ملت حرکت د صلح کاروان، هغه ته موږ لبیک وویلي، رئیس جمهور پخپله باندې ورغی، پارلمان لبیک ورته وویلي، حیات یې ور ولېږه. داسې جانب مقابل د طالب یا د ملا په نامه هغه ته احترام نه لري. اوس رئیس صاحب جمهور دا خبره زه تاییدوم چې اوس د دوی جنګ له ملت سره او له علماو سره ده. بله آقای احمدزی، شما اشاره کردین که حکومت افغانستان با صلح یا با صلح وفادار هستند. در شرایط کنونی با توجه به تجربه 17 ساله حکومت افغانستان جز وفاداری با صلح کار دیگر چاره دیگر داشته یا کرده یا خیر؟ ولی نه، تاسو ګورئ چې روزانه موږ تاسو کافی طلبات لرو. نتیجه خپل نتیجه دا چې دا د نورو هیوادونو یا د موږ د ګاونډیانو یا د مخالفینو د ارمانو چې افغانستان کې به تقریبا واتو ولایتونو ته دوی سقوط ورکوي، دوی په هغه قوت سره چې خارجي ملاتړ تر شا و، دوی ونسو کولی چې حتی یو ولایت هغه شکست ورکړي. دا د موږ د نیرو یا د حکومت هغه کارکردګي وه، د موږ د سربازانو قرباني وه. زه بیا هم دا وایم چې صلح هر څه چې راځي، دا د موږ د امنیتي سکتور هغه قربانۍ دي، دوی هغوی هغه سنګر ساتنه ده چې د هغې وجې نه موږ درې ورځنۍ صلحې ته ورسېدو. په راتلونکي کې انشاءالله تعالی زه په دې متیقین یم چې دغه مسایل به له منځه ځي د دوی له برکت نه. د موږ سربازانو سر ورکړی ده، سنګر یې نه ده ورکړی. نو دا د حکومت یا د امنیتي سکتور هغه کریډیټ ده چې دوی خپلې غېږې مخالفینو ته خلاصې کړلې، ځکه دوی موږ نه یو ورغلي خواته، هغوی د موږ خواته راغلي دي. دوی دا شهمت وښوده او تاسو به لیدلي چې د امنیتي سکتور مثلا د پولیس ملي یا امنیتي ملي په مشرتابه باندې وزیر صاحب دفاع ته موږ د شهامت لونګۍ ور په سر کړل، چې دا تاسو برکت و چې نن موږ په صلحه کې او مخالفین موږ ته راځي. آقای احمدزی، اساکر و سربازان افغانستان سر میدن، سنگر نمیدن، خون خود میرزانن، ولی به خاطر مردم، به خاطر وطن. اما شما را از شهروندان میان میگن که این آتش بس سه روزه در حقیقت توهین بود برای این سربازان، به خون این سربازان، چون اونا آمدن سربازان را دقیقا کشتن، شهید کردن، زخمی کردن و موارد دیگر، ولی ما بازم آمدیم
بر آتش بس اعلان کردیم و بر روی از اون آتش نکشیدیم. کوری ایمان گوتا سو پا اگه که یو مطل دوائی گذشت قسلت مردان است. دادی من شهامت و دادی من کمزوری نوا. دا د دې سربازانو هغه شهامت هغه افغاني ابتکارو چې موږ ورته وښودله چې موږ خپل دښمن ته هم دومره پراخه سینه نیولی سو چې د هغه له طرفه روزانه د موږ وینې روانې خو موږ بیا هم د ملت په خاطر باندې د خپل د حکومت د قومندې په خاطر باندې دې ته حاضر یو. دا قرباني هر څوک نشي ورکولی. دا د افغانان دي چې دغه رقم قرباني ورکوي او موږ نړیوالو ته دا وښودله چې موږ جنګ افغاني سره نه لرو، موږ خارجي جنګ مخې ته وړو. تشکر آقای کیانی. گذشت خصلت مردان است. 98% آتش بس موفق بود. رئیس جمهور افغانستان امروز گفت 98% آتش بس موفق بوده و بالاخره مطابق برنامه پیش رفتن. موافق هستین با این دو دیدگاه؟ براسی به یک اصل موافق هستم که 98% موفق بوده اما به نفع مخالفین مسلح. به چند دلیل. دلیل اولی که مخالفین مسلح توانستن با آتش بس اول از جانب حکومت رژیم کابل یک جانبه و در ایام ایتس دو جانبه خواستن یک تصویر واید از حضور خود در جبهات جنگ افغانستان ارائه کنند، چیزی که پیشتر رژیم کابل میگفت که ما با بعضی از شبکه های بعضی گروه های منشعب شده گروه طالبان در حال گفتگو هستند و اونا با ما رابطه بسیار نزدیک دارند، از بدنی اصلی جدا شدند. عنصر دومی یا پیامد دومی یا موافقت دومی به نفع مخالفین مسلح ای بود که آمدن حدود 37,000 مسلح از جانب گروه طالبان داخل شهرها شدن. آمارهایی که وجود داره از این 37,000 بیشتر از 17,000 با سلاح‌های بسیار پیشرفته با تجهیزات نظامی داخل شهرها شدن، یا به کجا رفتن هیچ گونه بازرسی صورت نگرفته، به کجا هستن هیچ گونه اطلاعات بین دستگاه امنیتی و استخباراتی افغانستان فعلا وجود نداره و چی میکنن. اما دقیقاً جمهور افغانستان امروز گفته که از روزی که آتش بس اعلان شد و از روزی که مخالفان مطلع یا مطالبان داخل شهر آمدن، این ریاست امنیت ملی بود که اونا رو دقیقاً تعقیب میکرد و اینا کار خود به صورت داشتن. من میخوام همین پیامده زیر مادوار بیان کنم. عنصر سومی یا توانستن در گذشته اگر بروی نقشه به شکل غیر فیزیکی ساحات کردنسین و هماهنگی میکردن، کورکی میکردن، آمدن ساحات بازدید کردن، بعضی کسایی که رفتن و بعد از حملات خود خیلی دقیق و خیلی سنجیده از گذشته با تاسف تبعه خواهند و اجرا خواهند کرد. عنصر چهارمی عنصری است که شما وقتی که آتش بس یک جانبه را با یک گروهی که نامتعارف هستن، گروهی غیرقانونی هستن و میان در برابر مردم ها از میل تفنگ خاصای خود توجیه میکنن، شما به رسمیت شناختن، عملا تجزیه افغانستان شما به رسمیت شناختین. چیگونه میشه شما در برابر یک گروه خونخوار تروریستی بیان قلمدادش قلمرویشان به رسمیت بشناسین؟ رسمیت شناختن به مفهوم تجزیه افغانستان، یعنی پرچم طالب شما در یک قسمت حدود 50% از خاک افغانستان شما به رسمیت شناخته. عنصر پنجمی عنصری است که با تاسف شما مورال سربازان ما را که یک از پرنسپ های کلیدی محاربه است در میدان محاربه وارد زیر پرسش قرار دادن. بعد از اینکه شما هیچ گونه نمیتونیم سرباز انگیزه تزریق انگیزه بدین که در برابر گروه های تروریستی محاربه کند. عنصر ششمی شما گروه های تروریستی گستاخ ساختین، یعنی به این معنا که حکومت دولت افغانستان با پشتیبانی 40 کشور نتونست در برابر گروه های تروریستی مبارزه کنه، بالاخره تن به آتش بس یک جانبه داد. عنصر هفتمی عنصر بسیار کلیدی است که شما پاسخ به فامیل های شهدا چی دارند، فامیل های شهدا تمنیات دارند. عنصر هشتمی عنصری است که این رای که حکومت انتخاب کرده این را فقط به نفع مخالفین مسلح است. شما در گذشته اگر مخالفین مسلح به خاطر گرفتن یک سایه کوچک مبارزه میکردن، امروز به خاطر براندازی اونا مبارزه میکردن، آمدن شهرها را دیدن، آمدن یک سر مزایای شهرنشینی واقف شدن، بعد از دیگه فوق العاده مبارزه و محاربه میکنن. عنصر نهمی عنصر است خواسته هایی که پاکستان در طول 16 سال نتونست از میل تفنگ طالب به دست بیاره، با این روی کرده خیلی خردستیز مقام های رژیم کابل تقریبا برگ برندی پاکستان امروز گروه های تروریستی مشمول گروه طالبان است. یعنی توانست یک تصویر بسیار شفاف ارائه کنه که بعد از طالبان میتونن تا مرکز هم برن
و طالبان مینس یک بدنی انکار ناپذیر اجتماعی سیاسی افغانستان هستند که بعد از این تعامل معادلات سیاسی امنیتی افغانستان بدون حضور طالبان ناممکن است. عنصر دومی من میخوام اینو بگم که این عنصر شما دیدیم به این آتش بس شما تنها ما 640 تن شهید از اردوی ملی داشتیم، حدود 33 بیز اکمالاتی به دست مخالفین مثلث سقوط کرد. هم اکنون راه های مواصلاتی ولایت مرکزی افغانستان مسدود است، مثلا بگونی نمونه قر نمیتونه با کابل تامین ارتباط کنه و نمیتونه به هرات. هم اکنون فاریاب در شرف سقوط است، هم اکنون کندوز در شرف سقوط است، هم اکنون جاغوری غزنی و خود غزنی در وضعیت بسیار بد امنیتی قرار داره و طالبا 98% به نفع مخالفین مثلا به جگوری طالبان این آتش بس تمام شد. تشکر بیننده عزیز، وقفه داریم، پس از وقفه دامه بحث. سلام مجدد، به دامه بحث ما خوش آمدید. موضوع بحث برنامه مشابه نگرش، دیدگاه رئیس جمهور نسبت به صلح و مهمانان من در وسط آقای محمد عارف کیانی، سخنگوی محور مردم افغانستان، آقای عبدالرحیم رحین عضو مجلس نمایندگان و آقای محمد نذیر احمدزی عضو مجلس نمایندگان. آقای رحین، خب رئیس جمهور افغانستان گفته که تا به کی یا چقدر پس از این مردم افغانستان کشته شوند؟ وظیفه ما گفت جلوگیری از کشته شدن مردم افغانستان است. آیا با همچو برنامه ها، حالا خود آتش بس یکی از برنامه ها بود، می توان که جلو کشتار مردم افغانستان گرفت یا خیر؟ جناب رئیس جمهور به یادشان باشد که در برنامه های انتخاباتیشان برای مردم افغانستان وعده دادن که آوردن امنیت در اولویت کارشان قرار دارد. اما 4 سال قریب از حکومت وحدت ملی گذشت، تا کنون مشکل امنیت یک مشکل اساسی در کشور ما است. اکثر مناطق ما در کنترل مخالفین، جنگ و خونریزی هر روز زیادتر از روز دیگر، قربانی دادن ما بالاتر از مسائل دیگر. جناب رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوای افغانستان یقینا باید یک برنامه مدون شده و درستی را در تامین امنیت مردم افغانستان می داشتند. امروز قضیه اینطور است که ما یک نیروی مسلح 350,000 نفری در افغانستان داریم. جامعه جهانی پشت قضیه استاد است. با بودن همه امکانات یک گروه یاقی و باقی که میآید در افغانستان جنایت میکنه و باز هم حکومت در برابر این مسائل با مشکل مواجه است. خوب است که بعد از این مسائل آتش بست رئیس جمهور این تصمیم قطعی را گرفته باشه که آوردن صلح و کشاندن مخالفین بر سر میز مذاکره بجز از راه زور و قوت دیگه هیچ راهی ممکن نیست. به این حالت که جامعه جهانی، سازمانهای بین المللی و همه در حد شعار در بحث صلح افغانستان حرفا را مطرح کردند، ولی به او حد فشاری روی مخالفین نیاوردن، هیچ چیز در مخالفین دست نداده. دفاترشان باز، فعالیتشان آزاد، امکانات برشان میرسن، جنایت خود را میکنن، هیچ کسی در دنیا مزا پرسان نمیکنه. به این حالت آمدن صلح و تامین امنیت یک امری بسیار مشکل است. اما مشخص رئیس جمهور افغانستان گفت که جلوگیری از کشتار مردم افغانستان جز از وظایف ماست. آیا با همچه برنامه، حالا خود آتش بس یک برنامه بود، می توان جلو کشتار مردم افغانستان گرفت یا خیر؟ ببینید، همین آتش بست زمانی که اعلان شد، طرف مقابل اگر میپذیرفت یکی از مؤلفه های آوردن صلح و امنیت در افغانستان بود. این که طرف مقابل نپذیرفت یا خیانه باز بر سنگرها تاخت و مردم افغانستان را شهید کردن و سربازهای ما را شهید کردن که آمار ما در همین بعد از ایام عید تا این در روزی که امروز تمام شده آماری را که داریم، این مسائل خلاف یعنی انتظار بود که مردم افغانستان، نیروهای ما، سربازهای قهرمان ما در برابر این نیروها تلفات دادن به این مسائل. حالا در بحث ای که خون مردم افغانستان، یقینا یک قطره خون مردم افغانستان به ناحق برز رئیس جمهور، رئیس اجرائیه، حکومت به پیشگاه خدا و به پیشگاه ملت مسئول است. چرا نتونن امنیتی وطن را تامین بکنن؟
با داشتن همه امکانات، اینهایی که برای ما پیمان امنیتی را امضا کردن، اینا حاضر شدن که ما را اکمال بکنن و دانستنم که اینا گروه تروریستی هستند، اینا ثبات منطقه و جهان را بر هم میزنند. از اهداف بلند ما ایست که در افغانستان ثبات و صلح به وجود بیاریم، حکومتداری خوب بیاریم، با مواد مخدر مبارزه کنیم، با تروریسم. اما اینها نظارگر هستند برای اوضاع فعلی افغانستان. اگر مسئولیت خود را درک کرده باشند و بتوانند در همچو شرایطی که دشمن چی اتهاماتی را که برای نظام افغانستان نمیزنه، از یک طرف میگه که یک کشور اشغال شده است، اینجا خارجی هاست، یک کشور در اشغال اینها قرار دارن، اما علمای اسلامی فتوای شرعی را در مسئله دادن، جنگ را تحریم کردن، اما با استدلال شرعی که علمای اسلام داده، مرجع فتوا و مرجع به اصطلاح جهدی حکومت و نظام مسائل شرعی است، نظام جمهوری اسلامی است، مطابق به رئیس جمهور، وزرای سکتور امنیتی، کل حکومت من حیث المجموع و من حیث المجموع دولت در برابر مردم افغانستان مسئولانه باید عمل بکنن. جان مردم افغانستان، خاک افغانستان باید حفظ بشه از به هر حالتی که وجود داره. آقای احمدزی، 98% مناخرات آشپز موفق بوده، اما آقای کیانی گفتن که 98% موفق بوده. بله، به نفع مخالفان مسلح دولت افغانستان 10 مورد هم یاد کردن. شما هم دقیقاً حضور داشته، موافق هستین؟ دا د ده خپل شخصي نظر ده، ځکه هلته ډیموکراسي ده، هر سړی خپل نظر کې ګوري. زه دا ویلی سم چې بله، د رئیس صاحب جمهور دغه اوربند په څو نگاهنه، اولین باید دا وګورو، په افغانستان کې دوه نوع افراد موږ لرو یا اشخاص لرو، نظریات لرو. اولین دا دي هغه څوک چې له جنګ نه متضرر دي، بچو یې قرباني ورکړې ده، هغه نه غواړي چې نور بچي قرباني کړي. د هغو لپاره دا درې ورځې داسې وي لکه 1.5 کاله. هغه څوک چې له جنګ نه خوند اخلي، هغه څوک چې د ده بچي نه کې مړه کېږي، دغه لپاره هیڅ هم نه ده. که هغه د 3 کلو جنګ اوربند ورته وکړي، هیڅ پروا نه کوي. موږ دا وایو چې په افغانستان کې 1 ساعت چې وینې بندېږي، د موږ د سربازانو، د موږ د خویندو، د ورونو، دا د موږ لپاره د افتخار ځای ده. دا خو 3 ورځې دي، ځکه تاسو به په دې کې لیدلي، په دې کې څو بورده موږ درلوده. اولین دا چې دا مخالفین راغله کابل ته، په هغه ورځ باندې د اختر د جمعې په ورځ باندې راغی. موږ دوه منځونه درلوده، چې یو د اختر لمونځ، بل د جمعې منځو. د موږ اسلامیت یې وکړ چې له دوی نه موږ بهتره مسلمانان یو، په دې کابل کې چې ژوند کوو، دوی چې انتحار کوي، که انفجار کوي، دا د اسلام اصولو نه خلاف یو عمل ده، چې انسان یې عملي ولیدل. دا چې پشت پرده دوی ته څه ورکول کېدل، د موږ په مورد باندې تاسو بلدلي، هماغه طالبانو زړه دلته چې موږ ته بل تصویر و، د موږ لپاره دا مثبت خبره ده. موږ هم د علماو احترام وکړه، هم د صلحې ته احترام وکړه، او همو نړیوالو ته وښودله چې افغان حکومت یا موږ له داخل کې کوم جنګ نه لرو. که طالب په نامه د هم خارجي برنامه ده په موږ باندې تطبیقیږي، که داعش دم د خارج نه راځي، که القاعده دم له خارج نه راځي، موږ افغانان سره ورونه یو. داسې اوس موږ صلحې ته څوک نه پرېږدي، هغه بېله خبره ده. اوس ما په نظر باندې موږ چې په افغانستان کې القاعده هم له منځه ویوړله، داعش له منځه وړلی سو، ځکه داعش د موږ له اسلامي اصولو سره، د موږ فرعي قوانینو سره ټول په مخالفت کې دي، هغه به انشاءالله ناکامیږي. طالب یا ملا د پاک نوم نه استفاده کوله، ځکه چې په کلي کې هم د دوی ځای و، په ولس کې هم د دوی ځای و، هر چېرته د دوی ځای و، او دوی ټوله ملامتیا په موږ نظام راچوله چې دوی خود مختاره نه دي، دوی نسي کولی. موږ نظام خود مختاري ورته وښودله چې موږ امریکا په خپل ځای، بل په خپل ځای، موږ افغانان یو، موږ هر څه کولی سو. اولین د سولې غږ موږ اوچت کړ، اولین د سولې کاروان ته موږ لبای کو ویلې، موږ ورته ویلې ستاسو په هغه باندې وکړئ، هغه ده. اوس طالب یا مخالف هم ملت ته جواب نه لري، او هم یې علماو ته یې نه لري. همدغه برکت و چې هغه د سعودي پیتوا موږ تاسو لاسته راوړله، ځکه چې اسلام د سعودي نه خپور شوی ده. هغوی ورته ویلې چې په افغانستان کې جنګ ناروا ده. زه په دې سره دا ویلی سم چې موږ د امنیتي سکتور مورال کمزوری کړی نه، یو په لسم نور بهتره کړه، چې موږ جنګ په حقه ده، موږ له خپل وطن نه دفاع کوو، موږ افغانان یو، موږ په چا تعرض نه ده کړی، تعرض به موږ کېږي. اما اهتزاز بیرق طالبان در کنار بیرق جمهوری اسلامی افغانستان، این خود نشان دهنده چی است؟ ګورئ، هغه موږ کوم رسمي بڼه موږ ته نه لري، نه موږ په رسمیاتو پیژندلی، نه هغه داسې دولت داسې بل بیرق داسې بل نړۍ وپیژني. هغه ته یو جنګ بیرق ده، د موږ د صلح د ازادۍ بیرق دی کې باید موږ فرق وکړو. موږ هغه بیرق دې سره مساوي نه کړو، موږ څنګه منطق لرو یا یو چیرته کینو چې هغه بیرق زه خپل بیرق سره مساوي کوم؟ هغه د هغه د ظلم بیرق و، د ما د عدالت بیرق و. ما وښودله غونډې نړیوالو ته مې وښوده، افغانانو ته مې وښودله چې موږ د صلح خلک یو. موږ بیرق سره صلح نه ده کړې، موږ افرادو سره کړې ده. اوربند دلته باید هغه منفي نقاط
منګه روان نخلو مثبت ته فکر وکړو چې مثبت منګه څومره درلودل د منګ د امنیتی سکتور مورال لږ نه یو په لاسه قوي سوی ده که نور تخنیکي مسایلو ته راسو منګ د دښمن ټول قوت معلوم کړي چې ته څومره قوت لرې هغه افواوې چې دوی سره به څه رقم سلاګانې وي هغه ټولې موږ ټیسټ کړلې بل چې کابل ته بعضې خلک دا افوا کوي چې په کابل ته دومره ننوتلي دي منګه شکر الحمدلله داسې امنیتي میلی لرو چې په داسې حالاتو کې د منطقې په سطح باندې جنګ دوی مخې ته وړي منګه دا خلک نسو کنټرولولی فار فار چې راغلی موږ کنټرول کړی ده چې کوم کور ته تللی ده چیرته تللی ده په څه ټیم باندې ووت کوم موټر داخل سو دا افوا دي بعضې خلکو چې د ولس اذهان خراب کړي یا سبا د تروریستي ډلو لپاره مقامه سایده کړي چې دلته داسې داخلي کړی یم ستاسې هغوی د طالب په نام باندې د مخالف په نام باندې دلته تروریستي عمل ترسره کړي نن به تاسو د کابل په ښار کې ډزې کېدلې دا طالب وکړلې همدغه رقم ته افراد نور پیدا کېږي موږ دا حکومت نه مهیله ده پیش هم در خندیدیم که یکی از فرماندهان نیروهای امنیتی افغانستان در قلب کابل بالاخره در مکریان ترور شد بلکل پس این هم ربط ندارد بر اون باقی ماندن شمار از طالبان در کابل و دیگر شهرها زبا داویلیسم تا صبح اوریدری التا منگه هر تروریستی عمله غندو د مونږ یو قهرمان شهید سوی ده تاسو ولیدلی نن په ولسي جرګه کې مونږ ټول پاس به درلودو چې دا موضوع باید تعقیب سي او مجرمین پیدا سي خو تاسو به دا ما اوریدلی سي دا په زرې موټر کې راغلی و اوس دې ماته څوک په ثبوت باندې ورسي چې طالب سره زرې موټر یو دی په هغه باندې راوښتئ دا هم باید ووایو چې زرې موټر څوک ګرځوي ستون پنجم څوک ده هر هغه څوک چې جرم کوي هغه که د طالب په نامه وي که داخل کړي هغه ټول خیانت خائن ته مونږ خائن وای تشکر مونږ ته دا برات نسته چې په داخل کې ته خلک وله ته ښه سړی او چې بل څوک دی ولي هغه طالب سو دی او طالب نوم باندې په یو نوم باندې مونږ لاسونه نه پاکو تروریست تروریست ده خائن خائن ده که په هره جامه کې وي باید دغه مخنیوی د حکومت دا دنده ده چې مجرمین پیدا کړي او سزا ورکړي آقای کیانی خب رئیس جمهور افغانستان گفت که ما در جهت مثبت قرار داریم و نباید منفیگرا باشیم بیایم مثبتگرا باشیم دید آقای احمد زین خب ببینید شکی نیست که مردم ما نسبت به هر ملت دیگری تشنه صلح و امنیت و ثبات هستن و بیشتر از 14 قربانی میدن اما نتیجه این مثبتگرایی آتش بس یک جانبه رو ما دیدیم ما حدود 600 و چند 40 تن تنها از اردوی ملی شهید دادیم ما پیامدش پیشتر عرض کردم معیار کار نتیجه کار تا زمانی که کار ما نتیجه نده مطمئنه که ما گام های خود درست و استوار بر نداشتیم آنچه که بسیار مهم است ما در امر تأمین امنیت افغانستان چی کردیم شما ببینیم 4 پیش که اینا قدرت به دست گرفتن بیشتر از 17% جغرافی افغانستان تا تهدید مخالفین مسلح قرار نداشت با حضور همین که آقای غنی که خودش امروز مکلف میگه ما تأمین امنیت باید بکنم با اساس ماده 5 به 6 قانون اساسی رئیس جمهور خو این آدم نیست رئیس حکومت وحدت ملی است خب چرا موفق نبوده در گذشته ما 17% جغرافی افغانستان تا تهدید بود امروز 70% جغرافی افغانستان تا تهدید است در این حکومت این عالی جناب ما دیدیم کندوز سقوط کرد فاریاب در شرف سقوط است کندوز 2 سقوط کرد ما در حضور همین عالی جناب دیدیم که بیشتر از 20 شبکه گروه تروریستی زایش گروه های تروریستی رو شما شاهد بودید شما پیش از این شاهد حضور داعش در افغانستان نبودید با آمدن همین عالی جناب شما امروز دیدیم که داعش و مماثل گروه های تروریستی داعش امروز چندین گروه دیگه در داخل افغانستان فعالیت میکنند این فقط یک روی کرد عوام فریبانه یک روی کردی است که به چشم شهروندان خاک میزنند چرا وظیفه خود حال وقتش تمام شده است چرا وظیفه خود انجام ندادی در امر امنیت تو کی توانستی 2% موفقیت داشته باشی هنوز مشخص نیست که همی علمبردار روند سال افغانستان امنیت ملی افغانستان است شورای امنیت است شورای عالی صلح است میکانیزم از یا چیست و تا این پولای اپراتیفی به کجا مصرف شده فقط و فقط یک مسئله را شما میتونین مشاهده کنین که 80% این پولها به نفع مخالفین مسلح و فربی نمودن گروه های توریستی مصرف شده و نتیجه شما امروز میبینیم که شما در دل کابل در امن نیستید بنابراین ما فکر میکنم یک کمپاین انتخاباتی بیش نیست اما مردم ما حقانیت مسئله را میدانند شکی نیست که ما به صلح نیاز داریم و واقعا صلح پدیدی است که منافع تمام مردم افغانستان در صلح میشه خلاصه کرد اما این رای که اینا میرن این را نتونه که به صلح نمی انجامد بلکه جنگ را طولانی تر و مخالفین مسلح را مستحکم تر و قوی تر در امر تداوم جنگ میسازد تشکر آقای رئیم یک بار دیگر رئیس جمهور افغانستان از طالبان خواست که بیاین به پروسه صلح بپیوندن باور دارید که طالبان این بار با
به خواست رئیس جمهور افغانستان گوش بده؟ من هیچ باورمند نیستم که طالب با این حالتی که فعلا طالب داره و با این موقف و بالاخره قوتی که طالب داره تن به صلح در افغانستان بده. این یک بحثی کاری جنگیشان در داخل افغانستان و تا زمانی که پشتوانه هایشان در سطح بین المللی با این قوت بوده باشه قطعا طالب وادار نخواهد کرد که بیای پای میز مذاکره برچینه و صلح در افغانستان بپذیره. اما طوری که در آغاز گفتم به این حالت تحقق صلح یک روحیاست برای مردم افغانستان، اما چیزی که بسیار مهم است وحدت ملی در افغانستان، ثبات سیاسی در افغانستان، قوت حکومتداری و دولتداری در افغانستان، مردم افغانستان رو با خود داشتن، از یک قوت نظامی و در پهلویش هم برنامه صلح و برنامه سیاسی یک راهی هست که طالب رو وادار بکنن. تا زمانی که طالب از حالت فعلی به یک حالت 2% یا کمتر به او نرسه در افغانستان، امکاناتی از این نیست که طالب حاضر بشه طرح صلح حکومت افغانستان را قبول بکنه. در جوامع بین المللی در کنفرانس های بسیار کلان سر مسئله صلح افغانستان مطرح شده، قضایا فقط توصیوی نصیحتی و عاطفی در قضایا برخورد شده. در افغانستان صلح بیاید و باید مردم افغانستان با هم صلح بکنن. تشکر. اما در این کنفرانس ها کدام مکانیزم عملی را در این مسائل مطرح شد که باید اینمی 1 2 3 4 5 خط سرخ است که باید از این اگر طالب عبور کرد باید باوش برخورد دیگر کنید. و آقای احمدزاده به همین جنبندی بحث با شما کره به آخرین حرف رئیس جمهور هم بیایم. رئیس جمهور افغانستان گفت که هر تصمیم در پیوند به صلح شخصی گرفته نمیشه بلکه مشوره میشه از تمام اقشار و افراد و مردم جامعه. اینا خواستن که طرح خود برای خود برای ریاست جمهوری یا برای شخص رئیس جمهور بفرستن. چون شما با رئیس جمهور روابط و شخص نزدیک هستین، میخوام بپرسم که آیا رئیس جمهور خواننده خوب است، طرح و دیدگاه و شنونده خوب است یا خیر؟ طبعا تاسو به کتلی چې رئیس جمهور د صلح په مورد کې هم جهادي رهبران ټول راغوښتي وو، مدني فعالانو سره هم دا مشوره وکړله، د دواړو مجلسینو رئیسان هم غوښتي وو، دوی سره هم دا مشوره کړې ده. او په راتلونکي کې هم ځکه صلح په یوازې یو فرد باندې نه کېږي په ملتونو کېږي، او په دې مورد کې چې ولس دې ته طرحه ورنه کړي، ولسي جرګه دغه د ما محترم وکیل صاحب مې څنګ کې ناست ده، مخکې مونږ یو طرحه جوړه کړې په دې باندې کار روان ده، له مونږ نه هم غوښتې ده هغه ورته وړاندې کوو، ځکه صلح د ټولو افغانانو غوښتنه ده، د ملت غوښتنه ده. دا شخصي فرمایش د رئیس صاحب جمهور نه ده چې مونږ وایي دا د شخصي فرمایش واوسېږي. صلح د افغانستان لپاره ده او افغانستان کې باید ټولو اقوامو سره مشوره وسي او مشورې شروع دي، او زه په دې متیقین یم چې په دغه موضوع کې به مونږ یو وحدت لاسته راوړو. که مونږ وروڼه چېرته عمیق فکر وکړو او مونږ غواړو چې د افغانانو لپاره د دې ملت لپاره سیاست وکړو، باید مثبت فکر ولرو او هغه څه وکړو چې مونږ ملت پرې جمع کېږي، نه چې کریډیټ ټول دښمن ته ورکړو، له هغه نه معمولي یو قوت نه داسې یو غټ قوت جوړ کړو چې مونږ خپل امنیتي سکتور مورال له لاسه پرې ورکړو. دا خو یو چاته کمپین کردن باید نتیجه داشته باشد. نتیجه این همه مثبت فکر کردن ها تا کنون چی بوده؟ زه دا وایم امنیتي سکتور د مونږ په خپل ځای ده، جنګ د مونږ جریان لري، هیڅ کله مونږ دا نه دي ویلي طالب ته خالي سلاسه سر تې تاو کړه. مونږ د نړیوالو په خاطر باندې د افغانانو د چې صلح ارمان ده چې مونږ دغه خپل استقلال ورته وښیو. مهمه مونږ ته دا ده، مونږ خپل استقلال ټول نړۍ ته وښودو چې مونږ مستقل یو، که مونږ ته امریکا خوښه یي که نه یې خوښه، که د ناټو خوښه یي که نه یې خوښه، مونږ صلح غواړو. او هر هغه څوک چې صلح ته راځي د مونږ دروازې ورته خلاصې دي او دوی راتللی سي مستقل یو خبرو ته، ځکه چې تاسو به دا خبرې اورېدي چې طالبانو ویلي چې مونږ امریکې سره خبرې کوو، افغان حکومت د دې صلاحیت نه لري. مونږ ورته وښودله چې مونږ مستقل یو، که څوک مونږ سره خبرې کوي مونږ سره جنګ لري، خو را دي سي مونږ سره، او که هغو سره مشکل لري بیا د امریکا ښې سره جنګېږي نه په افغانستان. آقای احمدزی، آقای رهین، آقای کیانی، حضورتان در بس معاونین، آقای عزیز تشکر شما هم. تا برنامه بچه ما را بر لایه پاک می‌سپارم.